سلام به برنامه یوتیوب سال اختصاصی هستم براتون. روزی که بچه های خیلی باحال آوردم، یه وکیل مهاجرت چندین سال تجربه زیاد، مهاجرت از ایران به کانادا یا آمریکا، هر دوتاشون رو به قول معروف تجربه زیاد داره. بعدش هم الان هم که کار اصلیش توی آمریکاست، یعنی مهاجره آمریکایی هم میاره ولی هنوز کار کانادا رو انجام میده. میخوایم راجع به زندگی ما کان چرخی وکیل چیم چیکار بکنیم، آمریکا بهتره کانادا بهتره، چرا از کانادا رفت آمریکا، این سوال اینجوری میپرسیم برای بچه‌ای که مثلا اگه میخوام وکیلی بشن یا یاد بگیرن تجربه یه نفری که آدم باهوشه. چون من آدم بیشون احمقم ها، من به در کسی نمیخورم، ولی از ماکان میشه چهار تا چیز یاد گرفت. خب سلام آقای فامیلی چیه، مشهوری؟ مشهور کای گایدم دیگه. فامیلی نها کن، فامیلی من اقتصادیه، یارو کیه کسکش خصیصه بزر اقتصادی، این یکی کیه، این مشهوره دیگه، کسکش نمیشست اینو چی بزنی فامیلی شون مشهور دیگه کون آقا اصلا خب دیگه آقای مشهور اول میشه بگی که پیج چیز چیه، اینستاگرامه؟ آره مال کارم میگم مکن لا آفیسز هست. خب اینو لطفا ایدیتور بنداز روی چیز اون تصویر بنداز مکن لا آفیسز. بچه لطفا می فالوش کن که فکر کنم ما خیلی مثلا خفنیم. تو من میدونستم تو میخوای زنگ بزنی، ولی اسکیجولم جوری بود که صبح یه هیرینگ داشتم، گفتم این 100% تموم میشه، ولی این قضیه چون میگی تموم میشه بستگی داره که چقدر زود صدات بزنن برای کیست. این قضیه مثلا برعکس میگفت اسما رو، یعنی اونی که اول رجستر کرده بودم جوری لیست میرفت عشقی هر کی رو میخواست میگفت، میگه خیلی نزدیک شو بهتر بده، گفتم ان شاءالله سوال دیر زنگ بزنه، ان شاءالله سوال دیر زنگ بزنه. خوب شد که همین الان تموم شد. اومدم که خب تو هم آن تایم بودی، مثل یکی از دوست خوبمون که همیشه آن تایمه. مادرت هر روز است. خیلی آنتر بودی، برای همین من میدونم که آدینس تو اینا فرمال نیست، من به خاطر تو این ریکوردینگ اصلا یه تیشرت آوردم صبح بکنم دفتر. حالا ما فکر کنم بخاطر ما کچرا پوشیدی. نه دیگه اشتباهی شد. خیلی خب پس راست میگی، اصلا بچه ها موافق این که لباسوش عوض کنیم بریم؟ شما نمیخواد عوض کنیم پلم اچه لباسوش رو عوض کنیم بریم. خب اینجوری بهتره بچه، من فکر میکنم خودم اگه راحتی دیگه ببخشید خودمونی تره. من سعی کنم لباسش رو در بیارم ولی اون دستم هنوز تمرین نکردم، خیلی قوی نیست. خب ماکان بیبی بوی، برای ما اول تعریف کن که چرا خواستی بری وکیل مهاجرت بشی؟ چرا وکیل مهاجرت بشم؟ واقعا برمیگرده به داستان خودمون که امیگریت کردیم به کانادا، داستانش طولانیه. حالا ما وقتی موف کردیم کانادا، من اصلا انگلیسی هیچی بلد نبودم و تو ایران هم همه میگفتن بابا لازم نیست یاد بگیری، بری اونجا 6 ماهه یاد میگیری، و منم واقعا تا ماه پنجم فکر می‌کردم ماه دیگه یاد میگیرم انگلیسی. آخ چون یه ماه دیگه همه چی تموم، همه چی دانلود میشه یه دفعه مثلا اورنایت، ولی خب واقعا اینجوری نبود. بعدا خب انگلیسی هیچی نمیدونستم، سر کلاسمون یک دختری بود که ایرانی بود و اون حالا من اون موقع فهم میکردم که دیگه مثلا بورن شاید کانادا باشه، چون اصلا فارسی سعی میکرد صحبت نکنه. بعدا اون معلممون اومد گفتش که مثلا این داره این فارسی صحبت میکنه، این براتون ترجمه میکنه، اگه چیزی سر کلاس من نفهمیده و اینا. تازه این چیزی بود که من میفهمیدم این داره سعی میکنه به من بگه. بعدا که معلم رفت، این دخترم خیلی شیک بهم گفت من اصلا فارسی بلد نیستم، نمیتونم برات ترجمه کنم. یعنی همینجوری موندم. بعدا من این داستان رو رفتم برای دوستامو تعریف کردم، اونا گفتن آره اینا وایت واشتن، اینا کسایی هستن که مثلا از ایران میان دیگه یادشون میره دیدن اینا خودشونو میزنن به غربی زدن و اینا. من دیگه اون روز تصمیم گرفتم وایت واش نشم هر جوری که شده، یعنی هر چند سالم که خارج باشم نباید وایت واش بشم. اینو دیگه رجستر کردم تو ذهنم. من اینا تو ایران وقتی میومدم میگفتن سلام خوب هستی من هشما کارو، من اونجا اینو فهمیدم که من نمیخوام وایت واش بشم. آره. بعد دیگه من خیلی بدم اومد دیگه، هیچی اون دوران گذشت و های اسکول بودم، های اسکول رفتم خودم رو به دفتر معرفی کردم از کسی که میتونه بیا ترجمه کنه برای کسایی که انگلیسی بلد نیستن، ولی اونجا بهترین دوستام الان دو سه تا دوست از همون طریق باشون دوست شدم که هنوزم با هم دوستیمون رو داریم. از اونجا شد که من فعلا واقع با مارکت امیگرنت ها آشنا شدم، یعنی کسی که از ایران میاد. آره دیگه گفتم من باید به این قش کمک کنم. خب پدرم هم جالب. آره اکسپریانس داشتی. اسم بابا تو بکش بیرون از این پادکست، این پادکست بین من و توه. راست میگی. آره خودمونی هست. جای من و تو مامان آریاست، تموم شد. آره
اون قسمت دومش هم تو اونی من حالا یه خاطرم از این دارم که هنوز تو ذهنم هر دفعه میگم یا خدایا به اسرائیلی عقل بده در موقع خاطرت یادم میاد خدایا بخواد شروع کنه به من عقل دادن من خیلی کار دیگه درست کنه تا با من برسه خلاصه اونجا تصمیم گرفتم که مثلا به این قش کمک کنم هنوز نمیدونستم میخوام برم لاسکول بعدن یا میخوام مثلا لا بخونم بعدن دیگه خب همینطور که پیش رفتیم دکتر شی مهندس شی چی بشی چی بشی من همیشه فهم که میخوام دکتر شم ولی بعدن دیدم که نه مثلا بایولوژی و اینو برشم اصلا خوشم نیومد دیگه رفتم گفتم هر چیزی میشم به جز دکتر خب الان هم شده دکتر دیگه ولی فهم میکنه بایولوژی و اینا نخوندم دیگه اینجوری شد که فامیلی و اینا همه میگفتن خب لا بخون این پشکل تو داری و اینا و من رفتم برای لا دیگه حالا باز اگه سوالی داری من در خدمتم ولی واقعا تا وقتی هم که لاسکول رو شروع کردم نمیخواستم لا بخونم یعنی حتی من رفتم لاسکول شهریم رو دادم کلاسام رو میرفتم با دیدی که من اینو تموم نمیکنم من برمیگردم من لا نمیخوام بخونم چی شد بین کانادا و آمریکا رفتی آمریکا خوندی خب من 2012 یا آخری 2011 یا اوایل 2012 لایسنس کاریمو برای کانادا گرفتم که بتونم مثل یه مشاور کار کنم و از همون موقع هم خیلی کوتاه بعد از اون شروع کردم کلاینت گرفتن یکی از چالنجام البته اون موقع بود خب خیلی کوچیک‌تر بودم و کلاینت ها همه نمی‌خواستن تراست کنن یا دو کامفورتبل نبودن تراست کنن مثلا با یه کسی کیسشون رو بدن ولی خب کیسا رو می‌گرفتم تک و توکی اینور اونور بعدش که لاسکول برای السات خوندم که برم لاسکول دیدم خب من الان با این لایسنس هم تو کانادا دارم کار میکنم یعنی فرق خیلی نمیکنه که بخوام حالا برم بار کانادا رو بگیرم گفتم برم بار آمریکا رو بگیرم که کراس بوردر کار کنم یعنی هم کانادا ها آمریکا رو کار کنم هم اون پس در واقع تو دوتاشو گرفتی تکنیکلی تو اینو گرفتی مال... گفتی الان ادامه بدم بس همین انم خب چه کاری من مال اونجا رو میگیرم دوتا ان میشم خیلی چه جالب دمت گرم آفرین آره دیگه اومدم آمریکا بار آمریکا رو گرفتم و دیگه از اون موقع دارم پرکتیس میکنم ولی واقعا خودم هیچ موقع فکر نمیکردم که بخوام یعنی برم لا پرکتیس کنم آیدیاشو دوست داشتم ولی درس خوندنش اصلا دوست نداشتم تو های اسکول بچه خیلی درس خونی نبودم ولی خب در حدی که اوقاتم بگذره و مثلا معلم‌ها شاکی نشن و اینا میخوندم ولی هیچ موقع اونقدر نمیخوندم که بگم مثلا برم دانشگاه حقوق فقط کتاب بخونم کیس لا بخونم اینو اونو بخونم وقتی که اومدم لا اسکول تازه خوشم اومد از لا اونم بعد از ترم اول دیگه واقعا آی فل ان لاف بعد الان که میگی توی آمریکا مثلا بارشو پس کردی و لا اسکول رفتی هر کسی که این کارو بکنه یه شخصیت میشه یا نه تو مثلا میری لا میخونی قسمت ایمیگریشن که میری لا میخونه قسمت مثلا دنبال آمبولانس با دوی که میری لا میخونه مثلا واسه طلاق یا نه همه رو بهتون درس میدن تو تصمیم میگیری کدوم رو فوکس کنی آره این دومیه همه چی رو به درس میدن بعدش خودت میری سپیشلایز میکنی تو اون فیلدی که دوست داری یعنی تکنیکلی هممون نالج بر مینیمم برای همه کیسا رو داریم ولی دیگه هر کسی میره پرسونالایز یا اینکه مثلا پرسونالش نمیکنن specifically توی فیلد نیستن جنرالن همه چیزو در حد جنرال در حد ادوایس یا گایدنس پرکتیس میکنن ولی دیگه مثلا خیلی مشکلای فنی و اینا رو معمولا تیک نمیکنن میگن که مثلا برو با وکیلی که فقط کانترکت کار میکنه صحبت کن یا فقط امیگریشن کار میکنه یا فقط لیتیگیشن اونجوری میگن کار کن بعد توی توی وکالت من اگه مثلا وکیل بگیرم بهتره آدم وکیل جوون بگیری یا وکیل پیر یعنی تجربه بهتره یا اطلاعات جدید هر دوش واقعا عالیه بستگی داره ببین تجربه خیلی خوبه من مثلا بعضی از کیسام که توی آمریکا بردم فقط به خاطر این بوده که با یه وکیلی صحبت کردم که تجربه داشته و اون قاضی رو میشناخته مثلا گفته که آره این قاضی این چیزا رو دوست داره روی اینا مثلا اسپشیالایز واو یعنی اینقدر خاصه خیلی یعنی واقعا اصلا یه کیسی ممکنه بره جلوی قاضی اصلا نبری همونو بذار جلوی که دیگه ببری اپروف کنه آره چقدر جالب برای همین اکسپیرینس من کمک میکنه بگم نیست اشتباست ولی بعضی وقتا اونی که دیگه سنش رفته بالا واقعا اون پشن رو نداره یعنی اون ایگرنسی که بخواد فایت کنه دلش تو کار نیست دیگه چالنجینگ شاید نمیدونه ممکنه آره یعنی یه سویت سپات دارن بعد از اون و خیلی هم خودشون چیز نمیکنن پرکتیس فلواقع کیس رو نمیبرن دادگاه یا رو کیس نیستن میگیرن میدن لیگال اسیستنت یا میگیرن به یه وکیل دیگه
از اون طرفم وکیل جوان گرفتن، خب ایناش خیلی خوبه، خب آپ تو دیت، میدونی مشکلی برای سند کردن داکیومنت نداری، مسیج زدن نداری، ایمیل اینا رو نداری باهاش. سختم کار میکنه چون براش مهمه. ممکنه آره اولش باشه بخواد مثلا سختم کار کنه چون رپیتیشنش رو لاینه، ولی از اون طرف ممکنه اکسپریانس نداشته باشه. معمولا وکیلایی که میان خودشون اسپشیالایز میکنن قبلش اکسپریانس رو گرفتن، حالا یا با وکیل دیگه کار کردن یا برای فرم دیگه کار کردن که برن جلو. آره. بعد وکیلا بین چند دلار تا چند دلار پول در میارن ساعتی؟ ساعتی واقعا سقف نداره، چون مثلا پتنت لایر میتونه ساعتی 2,000-3,000 دلار بگیره. اون پس سقفش مثلا ساعتی 2,000 دلاره، ولی پایینتر مثلا سقف نداره. نه اصلا هیچ چیزی تعیین نشده، یعنی میتونه وکیل بیاد بگه من 10,000 دلار ساعتی میگیرم. نمیدونم ولی توی الان توی مارکت گرون ترین وکیلی که میگیره چقدر میگیره؟ نه گرون ترین، گرون ترین استثناء اون تاپ تر پرسن. آره من مثلا کیس اگه پتنت باشه، پتنت لا بخوای پرکتیس کنی، اترنی بخوای که ببره کورت، من اونا مینیمم ساعتی 1,500-2,500 میگیرن. چقدر قوی، این وکیل خوبی هم باشه. ولی خب تو پروفشنال دیگه فرق، مثلا توی اکسیدنت و پرسونال اینجوری و اینا اونا اصلا چارج نمیکنن چون از بیمه میگیرن. توی امیگریشن بعضیا رایگان هست کانسالتیشن اولشون، بعضیا $100 $300 تا $500 میگیرن. عجیب ترین کیسی که تا حالا داشتی چی بوده که مثلا گفتی مگه میشه این واقعی باشه؟ هر چیش قبوله ها، دختر خوشگل باشه، خیلی پولدار باشه، انداختنش بیرون بعد 100 سال، هر چی قبوله. چیزی که تو رو جذب کرده گفتی وات. ببین همون کیسی بود که تازگی جوابش اومد که بردم. این خیلی جالبه، یعنی عجیب ترین، آره عجیب ترین، من از چشم قانونی بخوای بهش نگاه کنی شاید عجیب ترین هم باشه. من وقتی که اومدم آمریکا توی لافرم شروع کردم به کار کردن و خب اکسپریانس لریگیشن نداشتم. لریگیشن یعنی بری دادگاه و به دادگاه بحث کنی. آره بحث کنی. یه کیسی به من دادن که حالا من فکرم کیس خوبیه اون اولش، ولی بعدا فهمیدم وقتی که میری توی لافرمی شروع میکنی به کار کردن کیس خوب رو نمیدم. نه دو نوع کیس ممکنه بگیری، یا کیسایی که واقعا مثلا میگن هلوه، یعنی هر کار بکنی قاضی گرانتش میده، اپرووش میکنه چون همه چیش درسته، جایی نداره برای اینکه نده، که اونا رو معمولا نمیدن، خودشون برمیدارن چون که مثلا یه اپرووال بر زیر بلت خودشون. از اون طرف باز کیسای دیگه اینا بدن که انقدر بده که تو هر کارو بکنی در صورت خرابتر نمیشه، این بالاخره نه جوابش، یعنی تو هر کارو بکنی نه، گندم بزنی اوکیه. آره گندم بزنی مثلا همون نه. این کیسا رو به من دادن و برای خانومی بود که بیشتر از 10 سال غیرقانونی توی آمریکا بود و می‌خواستیم ما از قاضی بگیم که اینو نندازیم بیرون و بذارین گرین کارتشو بگیره و بمونه. این یکی از قانونهای آمریکا هست که مثلا اگه 10 سال غیرقانونی تو کشوری باشی و یک مثلا یو اس سیتیزن زن، بچه یا پدر مادر یا حتی گرین کارت هولدر باشن داشته باشی، قاضی میتونه بگه که اوکی، و مثلا کریمینال رکورد هم نداشته باشی یا کم باشه یا بقیه چیزاش هم باشه که دیسکریشن اذیت نشی، قاضی میتونه بگه باشه من به تو اجازه میدم اینجا بمونی و گرین کارت هم بهت میدم. ولی سختیش اینجاست که تو باید یک ثرشولد رو میت کنی و اون اینه که قاضی باید مطمئن بشه اگر تو رو بندازه بیرون، اون سختی که به یو اس سیتیزن وارد میشه که حالا زنت، بچت یا پدر مادرت، یه چیز بیشتر از سخته. مثلا بهش توی چیز میگیم که exceptional and extremely unusual hardship، یعنی یه چیز خاص و اصلا خیلی غیر قابل تصور مثلا ترجمهش اگه بشه، یه همچین سختی بهش دست میده به این شخصی که تو آمریکاست US citizen. کیسایی که اینا رو میبرن معمولا کسی که یارو کانسر داره، نمیدونم یک دست نداره، ایدز ممکنه داشته باشه، یه چیزی که اگر این برگشت کشور خودش حالا مکزیکو ال سالوادور دیگه نتونه از این بچه تکر کنه یا میمیره مثلا، یعنی کیسای خیلی خاص. این کیسا رو که به من دادن من گفتم اوکی این 10 سالش هست، کریمینال رکورد هم حالا یکی داره، مشکلی نیست، اینا میتونم آرگیو کنم. خب یه بچه کریمینال رکورد چی بود؟ یادم نمیاد چون چند وقت پیش بوده، ولی ممکنه دیوار، ممکنه ترافیک بوده باشه. آها. ممکنه ترافیک وایلیشن، ولی داشت کلیر نه کلی نبود. و خب یک یو اس سیتیزن اسپال چایلد هم داشت، بچه داشت که یو اس سیتیزن. معمولا باز کیس خوب اینه که اینا بیشتر باشه، مثلا مام بابات پی آر ال پی آر باشن، چند تا بچه داشته باشی، مریض باشن متاسفانه، اینا کمک میکنه. و
من یه بار گفت بهم یک کلاینت دیگه گفتش که آره من بچه‌ام مثلا کانسر داره، گفتم ایوه گفتم متاسفم اینو دارم میگم ولی خیلی ساین خوبیه برای کیس تو. یس داره میمیره. خیلی آفورد سیچویشن. میخوام بگم ای بابا حیف، ولی میگه که برای کیس واقعا خوبه. خلاص این کیس رو من گرفتم و رفتم ریویو کردم و با یکی دو تا از وکیلا صحبت کردم، گفتن آره این کیسش کاری نمیتونی بکنی چون بچهش سالمه، داره درس میخونه، مشکلی نداره، خودش هم مشکلی نداره، کسی دیگه هم نیست تو خانواده‌شون، فقط اینو ببر برو دادگاه که بعداً شکایت بدیم روی نظر قاضی که اون دو سه سال دیگه تایم برای این میخریم توی آمریکا که تو این بازه زمانی شاید قانونا عوض شه یا پالیسی عوض شه که از اون بتونه استفاده کنه. و این هم قانون ایمیگریشن آمریکا خیلی جالبه، بعضی یعنی کیسا رو که تو اپیل میدی اگه قانون عوض بشه دوباره کیسا برمیگردونن دادگاه، دوباره میتونی تقاضا کنی. چه باها، به اون قانونی که at the time تصمیم گرفتن چیز نمیکنن، اتکا نمیکنن. اون قانونی که اپیل میخواد نگاه کنه اون موقع هرچی قانون باشه اونو میتونه نگاه کنه. آها، باشه اون که تو هم میخواین شاید قانون عوض بشه و به نفعتون بشه هرچی. اکثر کیسای ضعیفی که آره اپیل میدیم روش همینه بحث که شاید قانون عوض شه یا طرف میگه من دو سال دیگه اینجا باشم حداقل رپ اپ کنم چون مثلا 10 سال 15 سال اینجا داره زندگی میکنه. آره دیگه راست میفهمیدم. و خب باید یه بیسی هم داشته باشه در صورت اپیل دیگه. خب من با این گفتم اوکی فاین، این اولین کیس دیگه میرم ترای میکنم و اینا، تا خانم رو دعوت کردم بیاد باهاش صحبت کنم. هنوز ندیده بودمش، تازه کیس رو گرفته بودم و دو ساعت هم رانندگی داشت از خونش تا دفتر من. این اومد سویل دفترم نشست، بعد شروع کرد داستانش رو تعریف کردن که چرا از کشورش مجبور بوده دره و چرا اومده و اینا. خب خیلی من ناراحت شدم، مثلا اون اولاش مثلا داستانای سختو که میشنوی هنوز به دلت میگرفتی، به دل میگیری، آره خیلی پرسونالش میکنی، میگه ای بابا مگه میشه و اینا. بعد من بعد از اون گفتم بهش، نگفتم کیست خیلی بده رد میشی، گفتم اوکی من تو رو دوباره دعوت میکنم بیا باید صحبت کنم، یک سری بهش یه لیست داکیومنت دادم و رفت. بعدا باز با این وکیلا صحبت کردم، گفتم بابا من خیلی دارم برای این میسوزم، گفت ما کن تو تازه اول عادت میکنی شروع کردی یکم دیگه بمونی اینا، بعد آره عادت میکنی اینا داستانش. گفتم مگه میشه بابا مثلا اینجوری شده اونجوری شده دیگه. لانگ استوری شورت، ما اینو بردیم دادگاه و مثلا بالغت مثلا من اگه میخوام یکی برم دادگاه شاید دو سه جلسه آمادهش میکنم میریم دادگاه. این خانومه رو خودش و بچهش رو تقریبا میشه گفت من شاید 6 بار 7 بار اینا رو آماده سازی کردم، یعنی خیلی رو کیس کار کردم و اینا تنها کسایی بودن که آوتساید اف آفیس آورز مثلا ویکند زنگ میزدن من جواب میدادم، پرپرشن میکردم بهشون، گفتم مثلا از چرچ میرفت تو چرچ، خیلی گفتم از چرچ آدما بگو بیان، اون پاسترتون بگو بیاد، میگفت اینا واقعا باید بیان، میگفتم نه ولی هیچ جور دیگه نمیتونی، یعنی بعضی وقتا باید اگر قانونی نمیتونی ببری یا باید بری برای قلب قاضی. آره. You go for the heart. ببین ما تنها آپشنمون اینه، یعنی رو پیپر خیلی آرگومنت نداریم ولی باید قاضی رو یک کمی برای قلبش بریم. بیه خلاصه اونم نامردی نکرد، اینا رو آورد و پسرش هم آماده کردیم، خودش هم آماده کردیم، رفتیم دادگاه. بعد دیگه شروع کردیم سوال کردن و اینا، من تو اوج سوالام زنه داشت روی استند گریه میکردم اینطور، رو من نمیتونم فکر کنم دارم گریه میکرد، قاضی خوابش برد سایی. وای اینجوری بود، اینجوری میشد، من میخواستم برم بزنم. عجب تهری داشت. ببین شوخی نمیکنم، اینجوری بود، موه بدنم سیخ شد. من اصلا من واقعا متنفر شدم از کارم، گفتم یعنی این همه ما اومدیم اینجا قاضی خوابی. بعد من اینجوری میزدم به میکروفونه، بعد اونجا دوتا کار میتونی بکنی، هر صحبتی میکنی همش ریکورد میشه ولی باید تو میکروفون بشه که این ریکورد بشه چون تایپ میشه، بقیه جسچرها و سر و صورت اینا ریکورد نمیشه. معمولا وکیلا میگن ما میخوایم این ریکورد بشه که مثلا قاضی خوابیده، که مثلا این ریکورد بشه که گورنمنت داره این کارو میکنه یا داکیومنت به ما نمیده که این بره تو متن ثبت بشه. خب این یه ریسکه، چون اگر منم تازه شروع کردم گفتم با قاضی رو اینجوری کال اوت کنم تا آخر عمر میگه نه، آخر عمر هر موقع برم جلوی این قاضی دهنم سرویسه. ولی خب من گفتم با که اینو میخوام اپیل کنیم، همه اینا رو نوشتم، این ساعت این سوالو کردم، این دقیقه این سوالو کردم، قاضی به نظر میومد خواب باشه چون کلش میافت، نوشتم. بعدن مثلا وسطش پا میشد میگفتش که خب برای چی نمیتونه این برگرده کشورش، میگفتم بابا این یه روز بچهش از خواب بیدار شده، بعد مثلا یک آدم رو چاپتاپ کردن تو کیسه زباله گذاشتن دم خونه یارو، خب
یارو از خواب پا میشه میده کیسه زبالش، بدن چارتاب شده است تو کیسه زباله توی حیات خونش. بعدم میگم خب این این نایت این اینجوری نمیتونه بره اونجا، هیز هاد نایت میرز از موقعی که این اتفاق افتاده فلان اینا. اینجوری کانسل وکیل، چیزی که تو داری به من میگی اینه که یه آدم مرده، درسته؟ گفتم چاپتاپ چه؟ گفت نه اون حالا جوریه که مرده، ولی مرده. گفتم آره. گفتم تو آمریکا با آدم میمیره، سال بعدی تو بکن. وای اخو پیداش برینی دازه. اصلا خیلی بد بود، یعنی من خود این گاورمنت هم دلش میسوخت دیگه، میگم بابا این چیکار کنه وضعیت این گاورمنت اترنی دیگه. اون تمام شد و بعدن گاورمنت هم سوالاشو کرد و ما هم کردیم و دیگه. بعد حالا پسرش هم اومد گفت خب بعد اینا سن دارن دیگه، بعد از یه سنی که ادات بشن دیگه مهم نیست که هارچیپشون چی باشه دیگه، مرد بزرگی حساب زج بکش. آره دیگه من بزرگشم میخوام موفق کنم. اینم گفتم با تو هم که دیگه این همه باید کار کردی موفق چی، تو میگم میخوام با مامانم باشم، مامانم منو برمیگردونه، این چرت و پرت. خلاص خیلی اصلا پر شد دیگه. آخرش باز قاضی بده یه وقتی میده که میخوای کلوزینگ استیتمنت دیگه، حرف آخری داری بزنی. اون حرف آخر ما زدیم و قاضی هم گفت من تصمیم نمیگیرم امروز، تصمیمو بعدا براتون میفرستم. چون این کیس معمولا یا باید تصمیم بگیری ولی دو سال دیگه ایشوش میکنی، چون ویزا داره لیمیت هم هست، همون روز نمیتونن ویزا بدن. بعضیا میذارن دو سال دیگه تصمیمشون میگن، بعضیا تصمیمو میگیرن. میگم من نظرم اینه که اینو اپرووش کنم ولی دو سال دیگه جواب میگیرین، چون نمیتونم الان بهتون جواب. آها فهمیدم. آره ولی این قاضی گفتش که نه من تصمیم نمیگیرم امروز، دو سال دیگه. دو سال دیگه من نگفتی، گفت من تصمیم نگم، براتون جوابم تو نامه میفرستم. گفتم چقدر طول میکشه؟ گفت میفرستم دیگه، ولی خب جوابش واقعا الان دو سال طول کشید تا اومد. بعد خب من دیگه اومدم از اون فرم بیرون، و قبلش یا بعدش این خودش منو پیدا کرد. یعنی قبلش که داشتم میامدم بیرون نمیدونستم که میخوام بیام بیرون. یعنی تو فکرم بود که شاید مثلا چه میدونم 6 ماه دیگه یک سالی به هر حال من میخوام دفتر خودمو بزنم. با اینم خیلی صحبت نکردم، ولی وقتی که دیگه اومدم بیرون کویت کردم گفتم او این کیس تفلی خیلی گناه داره، این اولین کیس من بود فلان اینا بود، کاش که یه کانتاکتی از این داشتم باش یه صحبتی میکردم که اپیلشو بیاد پیش من، چون من همه چیز کیسشو میدونم. دیگه حالا فانی استوری، خودش یه جوری منو پیدا کرد و به هم تکست داد که آره من یک شماره همون موقعی که مثلا ویکندا به هم زنگ میزد سوال داشت و پرپرش میگه تلفن منو سیف کرده بود. آها. گفت من از دفتر یک تلفن گرفتم ولی نمیخوام با کسی صحبت کنم، میخوام با تو صحبت کنم، هر موقع دفتر بودی به هم زنگ بزن. گفتم که من دیگه اومدم بیرون. دیگه اومد و کیسش رو ترانسفر کرد و این دو هفته یه هفته پیش جوابش اومد که کیس اپروف شده. دیگه زنگ زدم بهش گفتم تلفنی چه حالی کرد به تلفن، اصلا نمیتونست نفس بکشه، باورش نمیشد. سوید برم 10 بار مسیج زد که من باورم نمیشه، بهم بگو خواب نمیبینم. حالا سختیش هم اینه که این همه اینقدر خوشحال شده داره بهش مسیج بزن بگو ایپوز فوز بچ ایکود کام تو دات ممکنه. او نو، برای اینکه گورنمنت 30 روز وقت داره اپیل بده تصمیمو، ولی نمیکنن دیگه. بعضی وقتا میکنن. الان اگر روی این کیس اپیل کنه آن ما 100% اپیل رو میبازیم، چون دیگه پسرش 20 سالش شده، یعنی دیگه تو سن هم که باید باشه نیست. ولی حالا دوشنبه سه شنبه که بیاد 17 چیزه تایم گورنمنت تمام میشه برای اپیل، دیگه تصمیمش فاینالایز میشه. این یه کیس خیلی جالبی بود که من داشتم، چون واقعا هیچ کی فکر، وقتی هم برگشتم به اینا گفتم همه گفتن که خب خوبه آره. فقط یه وکیل بود تو فرم گفت اگر خوابیده به احتمال زیاد اپروف میکنه کیسو. گفتم برای چی؟ گفت چون میدونه تو اپیل میکنی. برای برعکسی که وای میسن اینجا که یه حال مشتی بکنیم، میخوام منو ماکان، خب بالای 10 سال همدیگر رو میشناسیم، میخوام ماکان یکی از خاطرات خنده‌دار ما رو براتون تعریف کنه از چش خودش، هر کنون خودش میخواد. اونی که خیلی میخوام که نمیتونم بگم. کدوم بادکنک؟ خب بعد باز شب بادکنک گفت نه 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 یه جا دیگه همون لوکیشن بدون بادکنک رو بگو. اصلا مشکل بادکنک نیست، من با تو خاطره خیلی دارم سوال. یکیش که واقعا میتونم بگم اون شبیه که ما، خب اصلا من و تو با هم وقتی آشنا شدیم یا باید آشنا شدم که خونت آتیش گرفته بود اگه یادت باشه، یعنی اونجا با هم نزدیکتر شدیم، چون اومدی داونتاون منم داونتاون بودم بیشتر همو میدیدیم.
اون موقع من یه گروهی رو باز کرده بودم به اسم Another Fun Day، اگه یادت باشه تو فیسبوک همش هر هفته برنامه فان میذاشتیم برای بچه‌ها و اینا. دیگه همینطور بزرگ شد تبدیل شد به مثلا کمپ رفتنه که شما یادمه اون شبی که من برای امتحان لام میخوندم شما رفتین یه جایی 100 نفر 200 نفر کمپ کردین که تو آتش بازی کردی براشون. او آره من از اینکه 1000 دلار آتش فایرورکس بردم. آره فایرورکس اصلا یکی از ایونت های بزرگی بود که میس کردم، ولی خب شب امتحان داشتم پرپ میکردم برای امتحان لاسکول. دیگه رفتیم یه شب ویسلر، اگه یادت باشه یه شب ویسلر بودیم و بعد منم با تو بودم و بچه هم زیاد بودن، اتاق خواب هم نصف نصف کرده بودن، گفتن که خیلی خونه بزرگی بود، 2-3 مستر بدروم داشت، گفتن یه مستر بدروم مال دخترها، یه مستر بدروم مال پسرها، یه اتاق مال پسرها، اینا جدا کردن دختر پسر رو با اینا رو. دیگه شب شد، خب بازم اتاق تکان از 40 نفر بودیم، پسر و پر رو اینا زیاد بودیم، خیلی بودیم. آره فکرم همون برنامه بود که مثلا یکی دو روز بعدش یه خونه گنده کنارش بود، اونم رنت کرد. آره دیگه بعد روز سوم آدمای بیشتر میومدن، خونه روبریش هم مال ما میشه. آره اونم گرفتیم. بعدن دیگه شب شد همه اتاقا پر بود، من سوالم سوال تو کجا میخوابی شب؟ من میام این بالا اتاق چیز میخوام، مستر بدروم میخوام. گفتم نه اون که مال دختراست. گفت خب باشه من میام اونجا میبینم کی میخواد چیکار کنه. حالا دیگه چیا گفتیشو سانسور میکنیم، رفتیم بالا، رفتیم رو تخت، هم خواهیدیم که اینجا میخواییم بخوابی سوهی، گفتی آره مگه چیه من اینجا میخوام بخوابم. یه دختره آمدن هی گفتن سوهی پاشو برو بیرون، اینجا اتاق دختره هست، با بالش زدن لگت زنی، گفتی آخش مثل ماساژ میمونه، بیشتر بزنیم بیشتر. دختره خسته شدن دیگه رفتن خوابیدن رو زمین، خوابیدن رو تخت، کسی نخوابید. بعدن تو منو صدا زدی. بذار اینجا شما بچه‌ش خودم بگم. خاطر دختر منو کتک زدن و اینا، من دیگه رفتم ماکانم، رفت همون اولش وقتی ما وارد شدیم، دختره که مثلا شروع کردن داد بیاد کردن ماکان، چون باشوره همونجا دور زد رفت. من چون ریشانس هم تو بودم کوستن نتون چی فکر کنی. بعد دیگه رفتم تو تخت، حالا تخت اتاق میگم خونه خیلی خونه خفنی بود، مثلا خونه شما مثلا 8 اتاق خوابه بزرگ، مثلا 12 میلیون دلار قیمت خونه بود. بعد تختش بزرگ، این کینگای اساسی ما بغل هم، من رفتم تو تخت خوابیدم تنها، فکر کن خونه که یکی زیر میز نهار خوری خوابیده، یکی رو میز نهار خوری خوابیده. میگم میگی کم بوده جا بود، اگه باشه تو دستشویی، تو کلازت، تو وان آدم خوابیده. آره توی وان آدم خوابیده بود، توی کمد لباس آدم خوابیده بود، بهنام یادم تو کمد لباس خوابیده بود. بعد یه با یه بطری تکیلا تو کلازت. بعد خلاصه حالا تو این سناریو همه اینجوری تو هم چپیدن، من روی تخت خوابیدم که جای 3 نفر بغل من جایه، بغل من. بعد من این نگاه کردم دیدم خیلی نامردیه. بعد باهاش رفتم پیش ماکان پایین، گفتم که ماکان پاشو بیا بالا تخت من میخوام. گفت نداد زایه است، من همینجا خوبم، میخوام یه مبلم پیدا کردم، یعنی تو زیر میز نهارخوری یا تو کمد ماکان تقریبا جاش لاکچری بود. گفتم که ماکان راستش بخوای همه خوابیدن، پسر نمونده، تنها پسر تویی، اگه تو نیای بالا من باید تنها برم اونجا بخوابم، دخترم که نمیان بغل من بخوابن، واسه همین حیف واقعا تخت به این بره، تو هم روی چیز که مثلا کمردی خود ناراحت تر باشه. بعد ماکان گفت رو حرف منطقی دیگه، اومد بالا، رفتیم بالا و دیگه خود ادامه بده برگش. آره رفتیم بالا خوابیدیم و بعد صبح شد، آفتاب زده من سوید بعد تو این دوتا تخت، بچه ها همه روز زمین تا تو دستشوی خواب بودن. سوید اینجوری پاشو باد اینجوری کرد چای لطفا، یا 20 تا دخواه حمله کردم به من. همه پاشو رو هم بالشتی بود که پرد میکردن به سوید، پوشی بود که بهش میدادن. وای خیلی گفتم وای سوید تو تنت میخواه چونه. حالا یه پوینت اینجا بگم بعد داستان کردن، گفت یهو برام تداعی شد، بهتون میگم دخترها پتیانن. ببین داستان ها کن، من دوست دختر دارم تو این داستان، دوست دخترم نیومده، دوست دخترم قراره 3 روز دیگه بیاد، گفتم 3 روز دیگه خونه گنده تا گرفته بودیم بغلیو، دوست دخترم با اون جمعیت بعدی که قرار بود بیان، مهمونی مسافرت 7 روزه بود یا 3 روزه میتونی انتخاب کنی. بعد ماها رفتیم، یعنی همه میدونن من دوست دختر دارم اوردی، چون من خیلی شلوغم و سرسونا میکنم، همه از من پرسیدن، همه هم گفتن که این دوست دختر داره، همه میدونن. یه دختر اومده اونجا، داستانش اینه که من آخرین باری که دارم تو کانادا مسافرت میرم امروزه، دارم میرم انگلیس پیش نامزدم، با فلانی نامزدم من میشناسم.
بعد همین من و ماکان که خواب بیدار شدیم دیگه صبح من دست دادم چای همه دخترو بیدار کردم، دو دخترایی که به من حمله کردن داشتن منو کتک می‌زدن دیگه رو تخت موندن، دیگه شیکم خندنده رو تخت موندن. بعد همین دختره ماکان اینجا نشسته، من اینور نشستم، یه دخترم وسطمونه، این دختره هی پاشو اینجوری میآورد میذاش روی رون من. بعد من گفتم که واه خب مثلا جا کم و اینو شریخ خب کشیدم اینورتر، بعد دوباره اومد گذاش، بعد من دوباره اومدم اینورتر، بعد دوباره پاشو گذاش، یعنی قشنگ دنبالم داشت میکرد. من خودم اینجوری بودم که کوچکش داری میری انگلیس پیش نامزده دوست دختر من داره میاد، این لول پا دادن آخه یعنی چی؟ ولی دختره همینن دیگه، با اون نامزدش هم داستانش میخوام بدونین، رفت اون نامزده ازدواج کردن، طلاق هم گرفتن، الان اون پسر اومده یکی دیگه دوستای منو گرفته، با هم خیلی خوشحالن، دخترم اصلا نمیدونم چی شده. خب خلاصه بچه‌ها این داستانه خفن ما بود. برای وکالت چند سال طول میکشه تا وکیل بشی؟ ببین یک بچلر میخوای، مهم نیست که تو چی، حالا دیپلم که میگیری، میری بچلر میگیری تو هر رشته ای که بعد بچلر میشه لیسانس. لیسانس آره، یه لیسانس میگی که معدل اون لیسانس مهمه، بعدش یه امتحان ورودی میدی السات هست، اونم معدلش مهم، اونم سکور بهت میده. خب یه سوال، السات چیه سوالاش؟ فیزیک، ریاضی، اجتماعی؟ آره LSAT 4 بخش میشه، یکی reading comprehensionه که میخونی جواب میدی، یکی گیمینگه مثلا تو صورتی پوشیدی کناری بنفش پوشیده، سومی آبی پوشیده، نفر دوم چرنگی پوشیده، اینجوریه گیمینگه که باید حد بزنی. بعد اسی داره که نوشت به تاپیک میده که میخونی، بعد بعد لیگالی بنویسی، حالا اون موقع لیگالی هم نمیشه، یه فقط خوب باید میمشتی هر آرگومنتی که داشتی. چهار قسمت، چهارمیش الان یادم نمیاد، ولی پنج قسمت به ازت تست میگیرن، یه قسمت رو دوبار میگیرن، اونی که دوبار ازت تست میگیرن یکیشون برای سمپل استفاده میشه، یعنی حساب نمیشه اصلا، برای همین تو ممکنه مثلا همونی که خیلی خوب زدی پارت سمپل باشه اصلا حساب نشه. چه باحال. آره بعد همه هم فرق میکنه، یکی مثلا این reading comprehension دوتا میگیره، یکی essay دوتا میگیره، اینجوری دیگه. این لیمونه رو برای تو گرفتم اصلا. دست در مرسی. میدونم یه دیوان دیگه هم داری که زیرش میدل فینگر، باز مرسی اونو نذاشتی. نه این برای تو زاده، زاده باید موافقت میکنم، باید موافقت میکردم، ولی اون موقع جفتمون اشتباه خواهیم بود. خب برای بکس بیبی بوی اگه سوال مالی دارین، ماکان و من احتمالا دوباره یه سه ماه شیش ماه دیگه وقت داشته باشه دوباره میکشونمش این تو. چیزی هست براتون جالب اینا بپرسین، ویدیوی بعدی حتما نگاه کنین، تمام دیگه فقط سوالای خودتونه، همینجوری از ماکان میپرسن، با همین میگیشینیم میریم جلو. ماکان چیزی داری اضافه کنی؟ خیلی مخلصی، دمتون گرم، چاکس. مرسی.